Assalamu alaikum. این کتاب با نام اسلام و امنیت ملی در ترکستان چاپ شده است و گرچندی که این یک منگرافیا نیست، این مجموعی مقاله ها و مجموعی ایده ها و مجموعی غایه های بزرگ خوبی معرف است. در اینجا نامش خودش خیلی هم دقت جلب‌کننده آمده است، چون که هیچگاه در همین گونه یک تناسبی اسلام و امنیت ملی ما هیچ کتاب چاپ نکردم. تعمید دینی چگونه میتواند تاثیر خود را در روند یعنی سوق استعمال جامعه برساند؟ در این باب مطرح نموده است، از جمله ذکر کرده است که میتواند که اگر میگن عامل های پیشگیری کننده نزاع های دینی میگن اگر به طور صنعی ایجاد کرده شوند، اینها میتواند که در مدت 10-15 سال دیگر عامل های صلح میده به عامل های نزاع تبدیل یابند. اگر از اسلام یک تعریفی درست برداشتی درست شناختی درست شود و به درستی عمل شود و به درستی از آن کار گرفته شود، اسلام خودش عین امنیت ملی می شود و امنیت ملی عین اسلام می شود. اسلام یعنی که به عقیده همین مردم چی خیل باید که ما مناسبت کنیم، یعنی که همین عقیده همین مردم، یعنی اعتقاد همین مردم دارد همین جمهوری را چی خیل نگاه داشته می تواند امنیت شد. یکی از بزرگانی که از گرمانی است، از آلمان است، در عصر 20 می نویسد قسمت اعظم نظم و ترتیب موجود میان افراد بشر از حکومت به دست نمی آید. ریشه آن در اصول اجتماع و تشکیلات طبیعی مردم است. انا همین دینی که مردم دارد در امتداد هزار سال که با تمام اجتماع، عرف و عادات، با همه چیز پیچیده، سیاست، علم، هر چیزی که میگن پیچیده، همین اجتماع ما را آورده است تا به همین روز. ما از این جدا بودن نمیتوانیم. ما تمام رشته های نازک این را باید یافته دولت خود را اداره کنیم. در زیر نقاب اسلام ما بسیار آدم های هستند که تا این روز به امنیت ملی ما، نه اینکه به امنیت ملی ما، به جان ما، به جان فرزندان ما بدبختی و خرابی وابسته است و ترکستان یک مخاطبی خطرناک در منطقه شده است، در منطقه مسلمانان و در مملکت های سپردیل کنگر همسایه دولتی ما ازبکستان و دیگر جاها از تاجیک و از ملا و از مسلمانی آدم را از کدکی میترسانند، مثلی که ما را از طالبان میترسانند.